باید ماها و شماها در گفتاری که داریم و خصوصا در این ماه محرم و صفر که ماه برکات اسلامی است و ماه زنده ماندن اسلام است، باید ما محرم و صفر را زنده نگه داریم، به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا، با همون وضع سنتی، با همون وضع مرثیه سرایی و روضه‌خوانی، شیاطین به گوش شما نگن که ما انقلاب کردیم حالا باید همون مسائل انقلاب را بگیم و مسائل که در سابق بود حالا دیگه منسی باید بشه. خیر، ما باید حافظ این سنت های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند، تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند. محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همون وضع سنتی خودش از طرف روحانیون، از طرف خطبا، با همون وضع سابق و از طرف توده های مردم با همون ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم، دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه می افتاد، باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید. البته اگر چنانچه یه چیزهای ناروایی بوده از سابق و دست اشخاص بی اطلاعی از مسائل اسلام بوده، اونها باید قدری تصفیه بشد، لیکن عزاداری به همون قوت خودش باید باقی بماند و گویندگان پس از اینکه مسائل روز را گفتند، روزه را همونطور که سابق میکندند و مرثیه را همونطور که سابق میکندند بخونند و مردم را مهیا کنند برای فداکاری. این خون سید الشهدا است که خونهای همه ملت‌های اسلامی را به جوش می‌آورد و این دستجات عزیز عاشورا است که مردم را به هیجان می‌آورد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا می‌کند. از مراسم عزاداری ائمه اطهار علیهم السلام و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هیچگاه غفلت نکنید و بدانید آنچه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل البیت است، تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الالعبد. و می دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم، با آنکه آنان منقرض و به جهنم ره سپار شده اند، فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم شکن است.